بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه کابینه خوش آمدید. لحظات پیش رئیس جمهور امریکا کنفرانس مطبوعاتی خود ختم کرد. رئیس جمهور امریکا نقاط ضعیف به ملت امریکا تشریح کرد. اول فداکاری مردم افغانستان، قربانی مردم افغانستان، دفاع مردم افغانستان و مخصوصا قوای امنیتی و دفاع مردم افغانستان مورد اعتماد دنیایی شد. دوم موفقیت از این حکومت و این دولت هم میخواین و هم باور دارن که این دولت و این حکومت با تلاشای همه جانبش و موفقیت میرسه. سوم چارچوب همکاری دو جانبه، هم از نگاه پیمان استراتژیک و هم از نگاه توافقنامه امنیتی وجود داره و ایالات متحده امریکا متعهد به انجام تعهدات خود در مقابل دولت و ملت افغانستان است. نکته دیگه، مردم افغانستان با وجود دفاع شجاعانشان با خطرات منطقوی دچار هستند. هنوز پناهگاه ها وجود داره و حملات زیادتر شد. این حملات قابل پیش بینی بود چون نقش جنگی امریکا در افغانستان خاتمه پیدا کرده. سال گذشته امریکا تنها 25 نفر قربانی داد و اینا در حالت جنگ نبود. به اساس از این برداشت و به اساس صحبت‌های دوامداری که با رهبری افغانستان داشتن، امریکا چند تصمیم بنیادی را اتخاذ کرد. اول تعداد قوای امریکا که در حدود 9800 نفر بود در سال 2015 ثابت میمون. قبلا تعهد رئیس جمهور اوباما به ملت امریکایی بود که در سال 2016 حضور امریکا به 1000 تقلیل میبه و به سفارتشان تمرکز میکن. بلکس 9800 نفر باقی میمان. در این مدت اینا در بگرام، در قندار، در جلال آباد، در خوست حضور داشته می باشن تا قوای افغان تقویه کنه. در طول سال با در نظر داشت شرایط ای به 5500 نفر تقلیل پیدا خواهد کرد، اما صلاحیت ها و تعهدات باقی می مان. علاوه از همکارای بین‌المللی 42 مملکت 41 مملکت دیگه هستند که در اینجا حضور دارن، درخواست تداوم مدیریت میشه. سه هفته آینده صدر اعظم پاکستان به امریکا سفر میکن و در اوج تاکید شان سر عزیز که پناهگاه باید ختم شد، پیغام واضح به طالبا و طرفدارایشان نیست که تنها رای برآمدنشان یک رای حل سیاسی با حکومت مشروع افغانستان است. علاوه بر از این بخش تمرکز امریکا در دو بخش عمده میماند: یک تعلیم، تجهیز و تقویه
کوی افغان امای کوی افغانستان. دوم همکاری بر محو توریسم. افغانستان و امریکا منافع مشترک دارن و در این چارچوب افغانستان در دیدگاه وسیع تر همکاری منطقه‌ای به حیث یکی از مراکز عمده ضد تروریسم مورد تقویه قرار میگیره. و چون ثبات افغانستان با ثبات امریکا به نفع دنیا و نفع منافع خود میدانه، از این جهت تقویه همکاری در بخش حکومتداری و در بخش اقتصادی جزء تعهدات باقی میمونه. امید است که یک نقطه عطف در منطقه و یک نقطه باورمندی در داخل و مخصوصا نقطه اعتبار بر قوای امنیتی ما باشه.